اما در زیر ذره بین امشب غالیباف در جایگاه رئیس مجلس دربارش گاف داد گفته شده محمد رضا شجریان به دنبال جایگزینی اون با متنی جدید بود برایان هو که آمریکایی به تناقضاتش اشاره کرد و دم انتخابات دوباره بازار حرف از اصلاحش داغ شده امشب اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو زیر ذره بین میبریم مزفر شاه درست ده روز قبل از مرگش پای سندی رو امضا کرد که یکی از مهمترین اهدافش محدود کردن قدرت مطلق شاه بود این سند اولین قانون اساسی ایران بود کلا ما دو تا قانون اساسی تو ایران داریم یکی همون دوران مشروطه که به تصویب رسید و دومی هم قانون اساسی فعلی یا همون قانون اساسی جمهوری اسلامی معمولا دمدمای انتخابات که میشه بحث اصلاح قانون اساسی هم پیش کشیده میشه اما مگه قانون اساسی چه ایراداتی داره که بعضی دنبال اصلاح و تغییرشن طرح اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاریس تنظیم و پیشنویسش خورداد سال 58 منتشر شد توی پیشنویس نه خبری از رهبره و نه حرفی از ولایت فقیه قرار بر این بود که مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و قانون اساسی جدید رو تصویب بکنه و بعد قانون به همه پرسی گذاشته بشه اما در اتفاقاتی غیر منتظره مجلس مؤسسان هیچ وقت تشکیل نشد و کار به مجلس خبرگانی 72 نفره سپرده شد که 76 درصدش معمم بودند. نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن با ولایت فقیه اسلام تباه می شود این معناش تکذیب ائمه است تکذیب اسلام است بالاخره در دستان مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری ولایت فقیه و اصل رهبری به همراه تغییراتی دیگه به پیشنویس اضافه شد قانون اساسی جمهوری اسلامی با تمرکز بیشتر بر قدرت رهبر آذر 1358 به همه پرسی گذاشته شد و رأی موافق گرفت اما احکام حکومتی خارج از قانون ادامه داشت شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 65 تشکیل مجمع تشخیص مسئلت نظام سال 66 شورای پشتیبانی جنگ و موارد دیگه همه بیرون از قانون و قبل از بازنگری سال 68 دارای اختیاراتی بودند که در قانون اساسی نبود سال 68 قانون اساسی ایران دوباره تغییر کرد آیت الله خمینی نزدیک به 50 روز پیش از تصویب قانون جدید فوت شد و علی خامنه ای جای او نشست اگر مظفر شاه قدرت شاه رو با امضای قانون اساسی کاهش داد حکم سال 68 خمینی افزایش قدرت رهبر و تضعیف هرچه بیشتر ارکان سست دموکراسی در قانون اساسی ایران بود اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره این چه رهبری خواهد بود؟ مهمترین مواردی که در بازنگری سال 68 عوض شدن اینها بود حذف شرایط مرجعیت برای مقام رهبری میدونید که خامنه ای مرجع تقلید نبود و پیش از تغییر قانون رهبر موقت شد سلب اختیار مستقیم مردم برای انتخاب رهبر و حذف شورای رهبری و افزایش اختیارات رهبری تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه افزایش اختیارات شورای نگهبان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف پست نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی از 20 نفری که با فرمان روح الله خمینی انتخاب شدند در جریان تغییر قانون اساسی در سال 68 نقش داشتن میشه به اینها اشاره کرد که پشت سر من میبینید علی خامنه ای علی اکبر هاشمی رفسنجانی مهدی کروبی میرحسین موسوی و البته عبدالله نوری بیش از دویس بار واجه های اسلام و اسلامی در قانون اساسی ایران تکرار شده و در مقدمه قانون اساسی هم به انقلاب فقط خصلتی اسلامی داده شده و بنابراین بقیه گروه های حاضر در انقلاب و جامعه از همون اول کنار زده شدند. اصرار بر اجرای قوانین بر مبنای موازین اسلام خودش موجب تناقضات زیادی میشه مثلا با اینکه در قانون اساسی بر یکسان بودن حقوق تاکید شده اما همین عبارت بر مبنای موازین اسلامی باعث میشه که زن و مرد در ایران از حقوق یکسانی برخوردار نباشند از دیگر تناقضات قانون اساسی همین اصل ولایت فقیه و امامته مثلا اصل 56 انسان رو بر سرنوشت خودش حاکم میدونه اما درست در اصل بعدی میگه قوای حاکم زیر نظر ولایت فقیهان و این تناقض رو در اصل پنجم و ششم هم میشدید ممنوعیت احزاب غیر حکومتی با استناد به اصل 26 سرکوب مطبوعات اصل 24 حذف و سرکوب اقلیت های جنسی و دینی اصل 13 حذف دیگر اندیشان و موارد بسیاری دیگه تا اندازه زیادی اتفاقا با اتکا قانون اساسی انجام شده و میشه قانون اساسی ما یکی از قانونهای اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهانه یعنی میتونیم ما بهش ببالیم حتی بدون در نظر گرفتن نظارت ها،, ها، و سرکوب های خارج از قانون نه قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان سال 58 و نه شورای بازنگری سال 68 بستری برای روند دموکراتیک شدن ایران مهیا نکرده قانون اساسی جمهوری اسلامی 177 اصل داره که اصل 177 اون درباره بازنگری در قانون اساسی و این دوباره رهبره که موارد اصلاح قانون اساسی رو به شورای بازنگری پیشنهاد میکنه تا قانون اساسی عوض بشه همینه که برای ادهی بازگشت به مزفر شاه و قانون مشروطه نه نوستالژی که قدم اوله و برای عده اصلاحات نه با تغییر یکی دو است قانون اساسی فعلی که با بازنویسی دوباره و در واقع بیرون از چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان پذیره